دوستای عزیز سلام، حسیلا شیمی خوشحال هستم که باز هم با یک درس دیگر در حضور شما قرار دارم. امیدوارم جور صحتمند خوش و سرحال باشین. درس امروز ما به ادامه درس قبلی که آموزش لباس خواب بود، در این درس ما مختص داده میشه به آموزش بالاتنه خواب، که در جریان این درس شما با تمام روش دوخت این بالاتنه آشنا میشوین. و به خاطر دوختن از این بالاتنه ما قبلا پاتن شاماده ساختیم که شما این روی میز میبینین. گرچه در ویدیو قبلی هم میره یادآور شدم که بحث پاتن بحث کاملا جداگانه است و در نظر است که باید در قدم اول ما روی پاتنهای ساده کار کنیم، که از روی این پاتنهای ساده شما میتونین انواع و اقسام دیزاین ها رو بر خودان طراحی کنین و بدوزین. دیگه در این درس چون گنجایش نداره، فقط آموزش دوختای ساده است و که در این جمله ای بالاتنه خوابم در دوخت از این بالاتنه خوابم در جمله دوختای ساده میایه. و به خاطر زیای وقت ما پارچه که در نظر گرفته بودم قبلا آماده ساختیم، برش کردیم از روی این پاتنه که میبینین، که پاتن این شامل سه بخش است، که پیش روی بالاتنه است، عقب بالاتنه و بند پایین بالاتنه. و پیش از اینکه شروع کنیم به دوختنش، در قدم اول امی پیش روی بالاتنه را با پشت بالاتنه قسمت درز شانه یعنی یک جای روی هم قرار میدیم و سنجاق یا کلپش میگیریم به این شکل. و بر کسایی که تازه به این هنر علاقه مند شدن و میاموزن، بهتر است که هر درز خود باید درزای کنه توسط سنجاق یا کلپ روی هم قرار بدین، کی بر شما در قسمت دوخت کمک میشه. خب به می شکل اردو بالا درز شانه را کلپ میزنیم و میریم به دوختنش. خب دوستای عزیز، درزای سرشانه ما دوخته شد، اوورلاک شد یا سرچ، و چون درز سرشانه ما درز بسته است، به خاطر به طرف پشتی را اوتو کردیم. معمولا درزای بسته معمولا به طرف پشتی عقب قاد داده میشه اوتو میشه. حال دیگه و چون ما آستین جداگانه نداره و آستین شامل خود بالاتنه است، این آستین کوتاه است و جایی که اما در آستین قاطش کردیم اوتو کردیم، برزی که بعد از یک درز بغل میدوزیم باز آستین هم قاطش به حساب قاط کردن میدوزیم. حالا شروع میکنیم در قسمت یخن. این بالاتنه در یخنش توسط این فیته مایل یا به انگلیسی میگن بایس پیس دوخته میشه، معمولا تکای نازک و روشن توسط این فیته یا بایس پیس دوخته میشه. و به خاطر تهیه و امیم فیته فقط ای به شکل مایل برش میشه که عرضش 4 سانتی معمولا میباشه و طولش فقط برابر اندازه دور یخن. دور یخن اندازه میگیرین و با مو اندازه ایره برش. مایل یعنی به زاویه 45 درجه قیچی میشه. خب ما ایره قیچی کردیم و دو قاطش کردیم و اوتو کردیم، حالا میریم دور یخن میدوزیم. خب دوستای عزیز، در قدم نخواست امی بند مایل ما را که دو سرشه به حساب با هم وصل میکنیم و میدوزیم به این شکل. خب زمانی که دو سر بند دوخته شد، دوباره قاطش میکنیم و شروع میکنیم به دوختنش در دور یخن. دور یخن به این شکل قرار میدیم، این روی راسته را از روی راسته ایره بند ما را در روی راسته یخن به این شکل میگذاریم و میدوزیم دور یخن.
یک درز اول میدوزیم، بعد از او درز اول که تمام شد بعد یک درز اندرستیج یا درز که در روی فیته دوخته میشه. خب به این شکل میدوزیم. عزیز می فیتی مایل ما یا بند مایل ما در روی یخن در روی یخن دوخته شد به این شکل که میبینین. حالا میریم یک درز در روی می فیتی مایل که این درز مایل را همراه با خود داشته باشه به این شکل یک درز که به انگلیسی میگن اندرستیچ میدوزیم که اندرستیچ یعنی درز بسیار کمک میکنه. اگر از این درز صرف نظر کنیم معمولا در امی فیته دوباره خدا نشان میده در روی بالا تنه به خاطر از اینکه فیته داخل خودم بگیره و بیرون نبره این اندرستیچ بسیار کمک میکنه. خب حالا میدوزیم امی اندرستیچ در روی فیته مایل به این شکل. بسیار مهم است که امی درز مایل را طرف فیته قاط بدین که امی درز تقریبا سه لامه باشه، خود فیته است و هم درز مایه را برای خود داشته باشه. عزیز قسمه که دیده میشه میبینین این درز اندرستیچ ما دوخته شد و این بسیار مهم است که این درز مایه را همراه خود داشته باشه این درز اندرستیچ. و حالا میریم درز روی یخنه که به اصطلاح انگلیسی میگن تاپ استیچ میدوزیم که این فیت امی فیتی مایل به داخل قاط میدیم به این شکل و یک رویش یک درز میدوزیم به این شکل. یعنی دور یخنه یعنی یک درز روی که بایست دوخته میشه با می درس این کار دوره یخن ما تمام میشه. قسمی که میبینین درزای دوره یخن ما کارش تمام شد، درز روی دوخته شد قسمی که دیده میشه. حالا میریم درزای بغله، دو بغله میدوزیم. ما قبلا این را کلپ زدیم و حالا میرم به اندازه نیمنچ که درز مای ما نیمنچ است اندازه نیمنچ میدوزم و سرجش میکنم و اوتو دوباره باز برمیکنم. قسمه که میبینین درزای بغل ما دوخته شده و سرج شده و به طرف عقب اینه قاط شده و اوتو شده و همچنان در قسمت آستین اینه همون دهن آستینه که بسیار چون آستینش امرا با بالتن اگجه است دبل دقات شده و دوخته شده یعنی یک ماشین شده دورش. و حالا اگه شروع میکنم در قسمت قسمت بند پایانه بالا تنه ما که بند از دو قسمت دلاس که میبینین ما از قسمت پایینی را تکر قات دادیم و دو طرفش دوختیم دو درز بغله که از به این شکل که میبینین. و حالا میریم امی بند امرای خود بالاتانه رو میدوزیم و سرجش میکنیم اوتو میکنیم و دوباره برمیگردیم. خب دوستای عزیز ای بود درس امروز ما، امیدوار هستم از این درس لذت برده باشین و از من بعد بتانین با استفاده از این روش نتانه لباسای خواب بد آماده بسازین بلکه میتونین لباس های روزمروزه یا لباس های یکان جای رفتنی برتون آماده بسازین و درس بعدی شما را به خداوند میسپارم. خداحافظ.